خب آقای کارلوس کیروش رو داریم میبینیم در مسکو، آریان هم نصف نیمه داریم میبینیم که زحمت ترجمه رو خواهد کشید. من سلام عرض میکنم خدمت کارلوس کیروش، سرمربی محترم تیم ملی فوتبال کشورمون. تبریک بابت برد بازی اول، تبریک بابت نمایش دلپذیر در دیدار مقابل اسپانیا، و خوشحالیم که بعد مدت‌ها میخوایم اخبار تیم ملی رو از زبان شما بشنویم. Great news, performance. Thank you so much. Came against Kalimantan. Thank you very much. We are very happy to hear your voice. آقای خان سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی هم خوشحال هستم. تشکر می‌کنم از حضور و فرصت میشه. آقا ما خیلی خوشحالیم. اولا خیلی خیلی اینجا تو ایران مردم ستایش میکنن این تیمو. اینو بدونید که اینجا 80 میلیون ایرانی پشت این تیم هستن، پشت شما هستن، لذت میبرن از این جنگندگی، از این تلاشی که کردید، از این احساس غروری که بهشون دست داده، و واقعا لذت بخش عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمون. فارغ از نتیجه که در دیدار مقابل پرتغال به دست بیاد، ما همینجا شما رو و تیم ما رو یه تیم برنده میدونیم. Well, thank you so much. This is our duty, and as I always say, we play for them, we play for our people, the fans, the really fans, who really support themselves the national team. And we're gonna try to do exactly the same against Portugal. Our dream still alive. As I said today to the international press before we come here, was a couple of people that they didn't want even that we be here. آقای فردوسی‌پور تشکر میکنن ایشون. بله، همونجور که شما گفتیم، برنده واقعی هواداران واقعی فوتبال ایران هستن، هوادارانی که همیشه پشت تیم ملی بودن. همونجوری هم که امروز بعد از ظهر به رسانه‌های بین‌المللی گفتم، آرزو و رویای ما هنوز کاملا زنده هستش. البته چند نفری بودن که نمیخواستن ما اینجا باشیم. The majority of the experts in football they did not even give us the right to dream. اکثریت کارشناسان فوتبال حتی این حق رو برای ما قائل نبودند که ما برای خودمون یک رویا متصور باشیم. But fortunately we proved that it is always possible to dream when we trust ourselves, we believe and special with the right spirit we work together and as a team we always work with the right cohesion and we fight with pride, with honesty and with integrity. ولی خوشبختانه ثابت کردیم که توانایی های تبدیل این رویا به واقعیت رو داریم، و با همدلی، با یکدلی و با اتحاد تونستیم خوب بجنگیم و یک روی جنگجویانه خیلی خوب از خودمون نشون بدیم. ممانتیم. So I think the boys they deserve congratulations and all merits. بنده فکر میکنم که این پسران من واقعا استحقاق یک تبریک رو دارن. A special moment for them, but here in the camp we don't have no reasons to celebrate. یک لحظه بسیار خاص استش برای همه اونها، ولی اینجا در اردوی ما هیچ دلیلی برای جشن گرفتن نداریم. Opposite, the result against Morocco and our performance only give us confidence and the right lessons that we take from the game against Morocco and the game against Spain, the right lessons to be better players, the better team, and try everything in this match point. We have a match point to play against Portugal, and we're gonna go for it. و واقعا برعکس، به خاطر اینکه نتیجه‌ای که به دست آوردیم مقابل مراکش و عملکردمون مقابل تیم اسپانیا، وظیفه ما رو، مسئولیت ما رو سنگین‌تر می‌کنه. یک بازی، اصطلاحاً یک بازی مچ پوینت، بازی بسیار حساسی داریم که سرنوشتمون رو می‌تونه رقم بزنه مقابل پرتغال، و تمام تلاشمون رو مقابل پرتغال خواهیم کرد. درسته. آقای کیروش، منم سلام می‌کنم به شما و آریان قاسمی عزیز. واقعا تبریک میگم. واقعا ایران رو حواس این روزا و از عملکرد ملی پوشا همه لذت میبریم. فارغ از هر نتیجه ای، آقای انجان، آقای کیروش، قرار باشه تیم ملی ما با پرتغال بازی بکنه، مردم راضی هستن و دارن کیف میکنن. ما افتخار میکنیم به تیم ملی، به بچه هامون، به کادر فنیمون،
و برامون واقعا بازی با پرتغال درسته خیلی مهمه، شاید برای تاریخ کشورمون خیلی مهمه که می‌خوایم بریم به مرحله دوم، اما واقعا کاراتونو کردین، بچه‌ها کارشونو کردن و همه راضی هستن. از احسان حاجی صفی برامون بگین، دیروز مصدوم شد، همه نگران بودیم، و از اینکه ارزیابی خودتون چیه. ما اینجا خیلی رصد کردیم رسانه‌های مختلف رو در کشورهای مختلف، همه اسیر ملی ما دارن به نیکی یاد می‌کنن و به ما دارن احسان میگن که عملکرد تیم ملیمون چقدر خوب بوده. روزهای اول خیلی شاید میگفتن که چه اتفاقات عجیب و غریبی میخواد رقم بخوره، اما اینجوری نشده و ما کیف میکنیم و لذت میبریم که از تیم ملیمون اینقدر خوب داره کار میکنه. Well, thank you very much. Once again with humble attitudes, full commitment and special with total responsibility. We're gonna play this game against Portugal only with one thing in mind: our dream. It's alive. It is alive, and we're gonna try to do our best to play 90 minutes with only one thing in our mind: to win the game. از شما خیلی تشکر می‌کنم. Qualify for the second round. بله، ما تمام تلاشمون رو کردیم و هنوز هم رویای ما، آرزوی ما کاملاً زنده هستش و این آرزوی نستش که بازی مهم مقابل پرتغال رو به خاطر اینکه رویا رو بتونیم تبدیل به واقعیت بکنیم و بتونیم به دور دوم بریم، بتونیم برنده و پیروز میدان باشیم. Unfortunately, we have a couple of situations that it's a little bit worrying and we are concerned, but it's our job to take care of that. We have a wonderful staff, wonderful medical staff that are working day and night with the players to recover our players to play. متاسفانه چند نگرانی داریم از بود بازیکنان، البته این کار ما، کار مربیان هستش که این مسائل رو حل بتونیم بکنیم و سعی کنیم راهکار برش پیدا کنیم. کادر پزشکی بسیار فوق‌العاده‌ای داریم که دارن شبانه روز تلاش میکنن اتفاق بیفته، بازیکنان برسن به بازی پرتغال. Including in the last game, in the last few minutes, I was forced to make a substitution due to an unexpected situation, but this is not the time, as you understand, to talk open about this, because I'm sure our opponents in Portugal, they are listening everything, so we keep it quiet. What I can say, whatever are the players that they go for the pitch, they're going to do the best, and they're going to run and going to fight as always do, and doing exactly the same job as the other players that unfortunately cannot play. همونطور که متوجه شاید شده باشین، در چند دقیقه آخر در بازی گذشتمون اجبار پیدا کردم که یک تغییراتی و تعویض انجام بدم توی بازی به خاطر اتفاقاتی که درون بازی افتاد. البته مطمئنم شما هم درک میکنید الان زمان این که بخوام باز صحبت بکنم راجع این مسائل نیست، به خاطر این که میدونم دوستان ما در پرتغال دارن این برنامه رو نگاه میکنند، ولی مطمئنن بازیکنانی که درون زمین قرار خواهند گرفت، بازیکنانی که آماده خواهند بود و همه بازیکنان بهترین تلاششون و بهترین مبارزشون رو از خودشون نشون خواهند داد. فقط خیلی کود، حاج صفی مصونیتش در چه وضعیتی و جهان بخش دلیل بازی نکردنش بازی قبل مصونیت بود یا نه طرح تاکتیکی شما بود؟ Now was because of physical limitations, I would say. In this moment, the situation with Ajafi is not clear, but in a short period of time with our staff, as always we do, unless it is an impossible situation, I'm sure match day everybody will be ready to give his contribution, even if they need to sacrifice. But the all the issues and details we disclose after the World Cup. Now is not time to disclose. نه، به خاطر یه سری محدودیت‌های فیزیکی بود. البته کادر پزشکیمون هم دارن تمام تلاششون رو میکنند. امیدوار هست که اتفاق خاصی رخ نده و تمام بازیکن‌ها بتونن در خدمت تیم باشن. البته بازم مطمئنم شما درک میکنین الان زمان این که همه مسائل رو بخوایم مطرح بکنیم راجب اینجور صحبت ها، راجب صحبت های ریز راجب بازیکنان نیست. شما آقای کیروش قطعا انگیزه خیلی زیادی داره در دیدار مقابل تیم ملی کشورتون پرتغال، خیلی خوب میشناسینشون، خیلی انگیزه دادید که باز هم ارزش‌های خودشون رو اونجا نشون بدید. چقدر شانس واسه ما قائل هستید که ما بتونیم با شکست دادن پرتغال کشور خودتون با خلق یک شگفتی بزرگ به دور بعد رقابت‌های جام جهانی صعود کنیم به اولین بار در تاریخ فوتبال کشورمون؟
Well, we have, I would say, we have all chances as all games. That is no impossible in life. There is no teams, invincible teams. There is always a chance in front of us. What is important it is to play with one attitude. If we have one chance, we take it. If we have 10, we take it. If we have an under, we take it. This means that we should play always with a positive mind, a constructive mind, and with a strong belief that football, it is one game that we need to fight. We cannot, there is no perfect team that can have the ball all the time. We need to try to have the ball with us. But the most important thing it is when we have the ball with us to do the right things in the right moment and hit them where it hurts. This is our philosophy. هیچ تیمی آقای پرزیدنت، هیچ تیمی شکست ناپذیر، اینوینسیبل، شکست ناپذیر و غیر قابل دسترس کامل نیستش. ما هم تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که بتونیم نتیجه بگیریم، تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که در لحظاتی که صاحب توپ میشیم بتونیم کارهای مناسب رو انجام بدیم و اصطلاحا ایشون میگن فلسفه ما این هستش که اونجایی به اونها ضربه وارد بکنیم که دردشون بیاد. این فلسفه تیم ما هستش و سعی خواهیم کرد که با یک ذهنیت کاملا مثبت، با یک ذهنیتی که هیچ تیمی در دنیا پرفکت و کامل نیست، گاهن شاید مالکیت توپ دست تیم حریف باشه، ولی در لحظاتی هم که ما صاحب توپ خواهیم شد و بهترین تلاشمون رو خواهیم کرد، سعی خواهیم کرد که با ذهنیت مثبت حمله کنیم. All the games they start 0-0. تمام بازی‌ها 0-0 شروع میشن. Nobody can change that. هیچ کسی هم اینو نمیتونه تغییر بده. Our last performance cannot help us to win the game. ولی عملکرد بازی گذشته ما دیگه نمیتونه در بازی آینده ما کمک کنه که پیروز بشیم. But the reputation and the prestige and the favoritism of Portugal also cannot help them to win the game. ولی اعتبار، اسم و پرستیژ فوتبال پرتغال هم به اونها کمک نخواهد کرد که پیروز میدان باشه. So we'll be able to win the game. It is the team that is able to play 90 minutes and commit less mistakes. نتیجتاً چه کسی، چه تیمی میتونه پیروز بازی آینده بشه؟ تیمی که در 90 دقیقه بازی بهتر عمل بکنه درون زمین و مرتکب اشتباه کمتری بشه. One thing international football they sure about that when they watch our team we did not got the result that we expect. I think we deserve to draw against Spain. یک مسئله ای که حتی تمام کارشناسای بین‌المللی وقتی اون رو دیدند از آن کردن این که نتیجه نبود که مستحق ایران باشه. But one thing they should know, we don't come here to play games or walk in the park. We come here serious. بله، یک مسئله کاملا مطمئنیم ازش. همه اینو متوجه شدن. ما اینجا نیومدیم که تفریح بکنیم، کاملا جدی در جام جهانی حضور داریم. From the international point of view, they know that despite the limitations and some of the problems that the Iranian national team face usually, every single game today we have the respect and the reputation that we play all games to win. فکر می‌کنم ولی they know we can beat them. فکر میکنم ولی تمام کارشناسای بین‌المللی، همه هواداری فوتبال در سراسر جهان متوجه شدن که فوتبال ایران با محدودیت‌هایی که حالا در این مدت باهاش هم مواجه بوده، با تمام این مسائل اینجا اومدیم که برنده باشیم. اونا میدونن که ما میتونیم برنده باشیم. That is the biggest achievement و این بزرگترین دستاورد تیم ملی ما بوده. Because before this competition started, they don't even give us the right to dream. So به خاطر اینکه قبل از شروع مسابقات حتی حق آرزو کردن رو به ما نمیدادن. All of them they know in the right day, right moment we can beat them. الان دیگه همه حریفا میدونن در روز مناسب، در لحظه مناسب ما توانایی شکست دادنشون داریم. Achievement and it is the merit of our players. این یک دستاورد بسیار بزرگ هستش و به خاطر زحمات بازیکنان ما. They still humble. بازیکنانی که هنوز فروتنانه و خازنانه دارن کارشون رو با مسئولیت ادامه میدن و کاملا اشراف دارند به مسئولیت هایی که رو دوششون هستش، به خاطر اینکه ما برای ملت بزرگ ایران بازی میکنیم. در مورد رونالدو هم حالا از همین امروز که حالا آرژانتین باخته و مصر و محمد سلام حذف شدن، کلی اینجا الان جملات فانتزی اومده که مثلا سلا که رفت خونه شون، مسی هم داره میره خونه شون، رونالدو رو هم ما میفرستیم بره خونه اش. برنامه‌ای داریم واسه اش؟ محمد سلا اصلا نمیاد. Are we going to meet up with Cristiano Ronaldo for the team?
Well, inshallah. I work for the national team. من در حال حاضر برای تیم ملی ایران کار می‌کنم. What happened with the Portuguese national team after our qualification? Doesn't matter to me as far as we qualify. هر اتفاقی که برای تیم ملی پرتغال بیفته بعد از صعود ما به دور بعدی دیگه برای من فرقی نداره. البته ترجیح میدم هم ایران بریم بالا هم پرتغال. I am concerned only with the Iran national team present the next game. در حال حاضر بنده فقط نگران تیم ملی فوتبال ایران هستم در فقط به فکر تیم ملی فوتبال ایران هستم در بازی آینده. Of course you need to understand that the task that we have in front of us is very difficult. البته شما باید متوجه باشید که کاری که جلو رومون داریم بسیار دشوار است. I've been saying to my players چیزی که به بازیکنانم گفتم در این مدت. I've been saying to everybody, we don't come here به همه گفتم ما با توقع we don't come here with a wish to find easy things. با توقع اینکه کارمون اینجا آسون و سهل باشه نیومدیم اینجا کار آسونی پیش رو داشته باشه. It was to find easy things or if it was to find easy expectations, we stay home to play some local games. اگر توقع کار آسونی داشتیم در خانه در ایران میموندیم یه سری بازی داخلی انجام میدیم. With all respect, we know that I'm saying this with a little bit of not good spirit. With all respect, if it was to find easy things, we stay home to enjoy some of these Asian Champions League games. با کمال احترام البته شما میدونید در حال حاضر من شاید از لحاظ روحی در شرایط خاصی باشم. اگر میخواستیم کار راحتی رو پیدا کنیم منزل خانه میموندیم. با کمال احترام بازی های جام قهرمانان رو باشگاه آسیا چمپیونز لیگ آسیا اونا رو باید انجام میدادیم. با کمال احترام we come here to find one way to be better. ما اینجا آمدیم که راهی پیدا کنیم که بهتر باشیم. And the only way to be better it is تنها راهی که بخوایم پیشرفت بکنیم و بهتر باشیم to find challenges in front of us. این هستش که مسائل سخت، مسائلی که چالش برانگیز هستش رو. Because only with big challenges and big difficult things it is possible to improve. مسائل سخت و چالش برانگیز رو سعی بکنیم از پسش بر بیاییم به خاطر اینکه تنها and be better players. این راه ما هستش که تیم بهتر و بازیکنان بهتری باشیم. That's why I always fight and always try to explain how much important it is. A special and همیشه جنگیدم و همیشه سعی کردم بگم اهمیت یک آماده سازی خوب چقدر بالا هستش و چقدر حائز اهمیت هستش که یک آماده سازی خاص و خوب داشته باشه. به خاطر اینکه وقتی می‌بینیم آرژانتین مقابل کرواسی بازی می‌کنه. This business is not a walk in the park as some people think. آقایون این تجارت شدشون به فوتبال هستش، یک تفریح ساده مثل قدم زدن در پارک نیست. آیه کیروش، حالا ما چون میدونم شما بچه ها گفتن که 5 صبح خوابیدید روز قبل و خیلی هم خسته هستید، زیاد وقتتون رو نمیخوایم بگیریم. فقط ما چند تا آیتم پخش کردیم، یه چند شب پیش بود گیگز و دیگه که بودن آرزا گیگز و چند نفر دیگه توی اون پاتیس دبرا بوده، گیگز بوده، کین بوده، سیدورف و اینا یه سر که گیگز و کین و فیل نویل که شاگردای شما بودن کلی ازتون تعریف کردن، بعد گفتن بابا اصلا عالیه، فوق العاده است به لحاظ فنی، ولی میگفتن خیلی سختگیره تو رختکن، پدر ما رو در میاره. بعد روی کین به شوخی میگفت من الان پشیمونم که چرا کلهشو نکندم، کله کیروش. گیگز از اولین جلسه تمرینی خودش گفت که اومده بودید اونجا و گفته منو گیگزی باید بگی، گفته برو بابا جان چی میگی تو. و فیل نویل هم درباره سختگیری شما کلی گفته، خلاصه کلی همه از شما و خاطرات خوش شما یاد میکردن. مثل که واقعا خیلی سختگیر هستی تو رختکن و تو تمرین. نه Not tough, not difficult. I think نه سختگیر نه دشوار. نه فکر میکنم
When you deal with human beings, general speaking. وقتی شما با افراد مختلف، با انسان‌های مختلف کار می‌کنید. Your duty, your obligation is to take the best of human beings. وظیفه شما، مسئولیت شما این هستش که بهترین اونها رو از وجودشون بکشید بیرون. You can take the best of human beings, make things easy for them. اگه شما کارو براشون راحت بگیرید، اون بهترینشون رو نمیتونید در اختیار داشته باشید. Myself as a human being, everybody as a human being. We have this since babies this comfortable approach to have everything nice. خود بنده همه آدم ها اصلا زمانی که ما نوزاد بودیم بچه بودیم کلن آدمی زاد اینجوری هستش تو زندگی راحتی رو دوست داره دوست داره همه چی شیرین باشه دوست داره مادرش همه چیزو بیاره بذاره براش مهیا کنه not good education to be really great fighters in life because everything is easy. این روحیه رو به ما القا میکنن که تو زندگی همه چی راحت باید باشه. When you are a leader and your responsibility is to take the best of people, you cannot make things easy for them. وقتی شما یک لیدر، یک رهبر هستید، باید کاری بکنید که مسائل ساده نباشه و اونها بهترین عملکردشون رو از خودشون نشون بدن. So during the training sessions, during the locker room, really I go for details. I'm very demanding, very careful. در طول تمرینات و همینطور در رختکن، در لاکر روم سعی میکنم به جزئیات توجه ویژه بدم. I used to say to my players that is the moment to be 1000%. همیشه به بازیکنان گفتم اون لحظه‌ای که شما تو زمین هستید، لحظه‌ای که باید 1000% Because fun comes when the game starts. Then it is entertainment. Then it is time to enjoy. زمانی که دیگه بازی شروع بشه، بعد شما لذت ببرید. When you talk about work and you really want to take the best of a human being, you need to be demanding. You need to make things demanding for a human being. ولی وقتی صحبت از کار کردن، تلاش کردن هستش، و شما میخواین افراد مختلف، انسان‌های مختلف کارشون رو به صورت خوب انجام بدن، واقعاً باید خواستتون از اونها بالا بیاد. The impossible start to happen. و ایمان دارم که غیر ممکن‌ها از همین جا شروع میشه. And when people start to realize that the impossible start to happen, people start to trust. وقتی افراد مختلف می‌بینن که غیر ممکن در حال رخ دادن هستش، به شما ایمان میارن. شما رو دیگه باور میکنن از اون بعد. They can reach the moon. و همین جوری هستش که به ماه میتونیم به کره ماه حتی دسترسی داشته باشیم. I think this is true to everybody and this is what I when I watch my mirror in the morning this is what I do with myself every single day. فکر میکنم این مسئله راجع به همه صدق میکنه. خودم هم صبح که از خواب پا میشم تو آینه همین رو به خودم میگم. خیلی زیاد رفت ببخشید آقا. من کنترل کردم ارتباط دیگه هم داریم. آره یه نکته فقط من بگم ببین ما این تیمی که در مقابل در مقابل اسپانیا بازی کرد ترکیبش 10 نفرمون فرق میکرد با آرژانتین، تیمی که 4 سال قبل در برابر آرژانتین بازی کرد. و نکته بعدی اینه که تیمی که بازی رو به پایان رسوند در دیدار مقابل اسپانیا، غیر از 2 نفر همشون زیر 25 سال هستن. یعنی اینا حداقل 1 یا 2 جام جهانی دیگر رو در پرونده خودشون خواهند دید. این تیم من فکر میکنم حالا کاری به جام جهانی و اتفاقی درش رخ میدن، اما فکر میکنم میتونه مدعی اصلی قهرمانی جام ملت‌های آسیا باشه. و حالا امروز خبرهایی که داده شده، من چند وقت پیشم گفتم اینه که حالا حداقل تا جام ملت‌های آسیا شما با این تیمی که ساختید و یه در واقع دستاورد بزرگ خلق کردید میتونید امیدوار باشید که این تیمی که الان ملاحظه میکنید این سن بازیکن‌ها اینا که بازی رو تموم کردن، فقط کریم حتی کریم هم تموم نکرد بازی رو، امید 30 سالش بود و آره نه بایدم که چند سالش بایدم تعویض شد دیگه. آره من فکر میکنم خیلی ما میتونیم امیدوار باشید به قهرمانی در حداقل جام ملت‌های آسیا. So I think we could be really optimistic about the Asian Cup champion. The result, the outcome of this decision, it is exactly related with the approach and the profile that we've been doing behind the scenes when people. روی کرد ما نسبت به این تصمیم ها دقیقاً برمیگرده به تلاش هایی که پشت پرده ما انجام داریم میدیم به صورت شبانه روزی همیشه. Especially when some people is
worry with my holidays. مخصوصا بعضی از موقع ها که بعضی از افراد نگران تعطیلات من هستن و اشاره میکنن به تعطیلات من، این از گونه مرخصی های من، این از گونه کارهایی هستش که من انجام دادم در این مدت. البته میگم شوخی کردم. The question it is the national team must have a basic principle which is nobody owns. سوال اصلی مسئله اصلی اینجا هستش، تیم ملی باید یک پرینسیپ، یک اصول پایه‌ای داشته باشه و اون اصل این هستش که هیچ کسی صاحب پیراهن تیم ملی نیست. The players, they have the right to put the body inside the shirt of the national team, but nobody owns the shirt. حق این رو دارن که لباس تیم ملی رو بر تن بکنن، ولی هیچ کسی صاحب پیراهن تیم ملی نیست. And the most important thing it is to have a systematic approach of preparing players in order to guarantee. مهمترین مطلب این هستش که به صورت سیستماتیک یک مسیر سیستماتیک داشته باشین که شما بازیکنانتون رو آماده بکنید برای آینده. We need to combine every single moment maturity, experience, talent and these components day by day. شما باید همیشه بلوغ، تجربه، کیفیت و استعداد بازیکنانتون رو تلفیق بکنید و یک بازیکنان بهتری از اون بسازید. The explosive form to help the team to succeed. Never forgetting the most crucial point which is the character. ولی آقایون، مهمترین و انفجاری ترین فرمول برای موفقیت یک تیم کاراکتر و شخصیت بازیکنان هستش. And this kind of players, they come camp after camp. We make experience, we read it to the players. But of course, this situation show also that with a better preparation, with more opportunities. این کاری که ما انجام دادیم، کاری که اردو بعد از اردو اتفاق افتاده، این رو ثابت کرد که با فرصت بهتر، با زمان برای آماده سازی بیشتر، این بازیکنان جوان they could come to this World Cup with more experience. میتونستن پا به این جام جهانی بذارن با تجربه بیشتر، با بلوغی بالاتر. And I never like, and I don't like to talk about transformations or revolutions. I like to talk about evolution. Evolution. آره، فقط بگو این بخش آخر صحبت، اینو فقط بگو آخر، من یه جمله دارم، بگو این قسمتو. آدر جان، این قسمت آخرشون هم خیلی مهمه. اشارهشون میگن من هیچ موقع دوست ندارم که از یک اصطلاحاً تغییر نسل یا یک انقلاب تو نسل بازیکنان یا این گونه صحبت‌ها یا این کلام‌ها استفاده کنم. همیشه صحبت من و کلمه‌ای که روش تاکید داشتم پیشرفت هستش. باید یه پیشرفتی از لحاظ گروهی نسبت به بازیکنان، یک پروگرس و پیشرفت خوبی داشته باشیم. خیلی ممنون از نه به عنوان یه هوادار تیم ملی، نه به عنوان حالا اگه میخوام به من بگن کیروشی پور رو هرچی میخوام بگم اشکال نداره. من فکر میکنم با از کار درست و تیم خوب باید حمایت کرد. ما آرزو موفقیت که باید تیم ملی انشاءالله قهرمان جام ملت‌های آسیا رو هممون با هم جشن بگیریم. انشاءالله celebrate Asian Championship together. Let me just for you finish, Adele, if you allow me to قبل از اینکه تم خواهش بکنم من اجازه بدین یه بار دیگه تکرار بکنم. Thank you very much for support and also حمایت های شما تشکر. I would like to remind everybody and extend my compliments. یادآوری بکنم و تقدیر خودم رو یک بار دیگه اعلام بکنم. Special moment with players that was و از این لحظه خاص استفاده بکنم و این لحظه رو تقسیم بکنم با بازیکنانی که ما کمک کردن به صعود کنیم. Share this moment with the coach that support national team, the officials that support the net. با اون مربیان و اون و مربیانی که ما کمک کردن به جام جهانی صعود کنیم و مسئولانی که ما the real fans that really support the national team. و هواداران واقعی تیم ملی، هوادارانی که به صورت واقعی از تیم ملی حمایت کردن. For them, our gratitude and our recognition, the support, all the help to be. تقدیر و تحسین و تشکر ما به خاطر همه حمایت‌هایی که اگه ما اینجا هستیم از ما. خیلی ممنون، مرسی.